سال 62، اواخر سال 62 که بنیاد فارابی یه روز توی تلویزیون من بودم، یادم نمیاد، فکر کنم عبدالله اسفندیاری بود، اومد گفت سید محمد بهشتی بوده پاشین بیاین میخوام یه کار بزرگی بکنیم. گفتم چیکار میخوام بکنیم؟ رفتیم مدرسه، الان شده مدرسه باغ فردوس، یه ساختمونی بود باغ فردوس، رفتیم اونجا جمع شدیم. آقای محمدعلی نجفی بودن، بعد خیلی ها بودن که نشسته بودن و بحث میکردن. آقای بهشتی هم بود که بخوام یه بنیاد فارابی را بندازیم، هنوز نبودیم، ما هم دعوت کرده بودن. این شروع یک جریانی شد، یک جریانی که حالا اولش من که اومدم بیرون، اول رفتم کانون پرورش که حالا داستانشو قبلا برای شما گفتم. بنیاد فارابی به این ترتیب، چون از اولش، از اول نفس کشیدنش ما توش بودیم، یک تعصب ویژه‌ای نسبت بهش داریم. الانم که میبینمش فقط تأسف میخورم، حس میکنه یه بچه‌ای که بعد در اومده غلط رفته راهش. رفتیم اونجا، اونجا یک مرکزی شد برای داد و ستد اندیشه. واقعا اونجا یه هستی داشت، اداره نبود، اصلا قرار بود همین بشه. ما میشستیم اونجا با هم حرف میزدیم، از این حرفا سوژه در میاد، از این حرفا اندیشه در میاد، از این حرفا طراحی یک سینما پدید می اومد. من یادم اون موقع آقای بهشتی موقع صحبت هم میکرد، حتی ضبط میکرد، این نوار کاستا داشت صحبت میکردیم، ضبط میکردیم. حتی اونجا ما جمع میشدیم، به مرور بچه‌هایی که احساس میکردن چیزی در چنته دارن و به دنبال جایی میگردن که این خلاقیتشون رو بروز بدن، به مرور جمع شدن تو بنیاد فارابی. در سینمای پس از انقلاب اسلامی، همزمان با رویکرد جدید به فیلم و سینما، طبعاً نوع نگاه به سینماگر و فیلمساز و تخصصها و حرفه‌های مرتبط با این هنر دچار تغییر و تحولات اساسی شد. همانطور که بازیگری و مظاهر این تخصص دچار خانشی جدید شد و عنوان جا افتاده هنرپیشه جای خود را به بازیگر داد، نقش و حضور بازیگران با سابقه تئاتر در سینما پررنگ‌تر شد. این خانش جدید را می توان از فیلمنامه نویسی تا وجوه تکنیکی و زیبایی شناسی یک فیلم تعمیم داد که شرایطی پدید آورد تا با حضور متخصصان و تحصیل کردگان هر رشته مسیر رشد و تعالی آنها در سینمای حرفه‌ای هموار شود. اصلا چرا اینقدر بوم و دور گرفت؟ ببین الان صدای زمینو تمام دیالوگا رو فوشون داره. این چنین بود که با کنار هم قرار گرفتن متخصصان حرفه‌ای هر رشته که مرتب بر تعداد آنها افزوده می‌شد، مخاطب با تیتراژهای بلند بالای از نام‌های واقعی روبرو شد که همگی آدم‌هایی از گوشت و پوست و استخوان سینما بودند. بنیاد فارابی به این دلیل جای خوبی در اومد، یعنی جایی بود که کسی بنا نبود کسی رو نمیدونم سانسور بکنه، کسی بنا نبود به کسی بگه چه بگو چه نگو، کسی بزرگتر کوچکتر نبود. انگار یه گروهی بودن که تجربیاتشون رو شریک میشدن و یه امید داشتن که بتونن استعدادشون رو بروز بدن. این اتفاق واقعا اون زمان در بنیاد فارابی افتاد و میتونست تبدیل به یک جریان بزرگی بشه در سینما ایران. همه یک اعتمادی به اینجا داشتن، چون حتی اگه در وزارت ارشاد ما اگه یه فیلمنامه میوردیم رد میشد، میومدیم بنیاد فارابی میشستیم با هم دیگه حرف میزدیم که آقا چیکار کنیم به نظر اینا. یعنی اینجوری نبود که ما بنیاد فارابی حس کنیم وزارت ارشاده، احساس میکردیم که وزارت ارشاد یه جاییه، یه سری قواعد و قانون داره، میخواد این قواعد و قانونش رو اعمال بکنه. بنیاد فارابی یه جاییه که آدم ها که جمع میشن با هم حرف میزنن مشکلاتشون رو حل میکنن، یه جوری میتونن در وزارت ارشاد هم اینو بقبولونن. یعنی یه سری آدم بودن اونجا گذاشته بودن که این آدم ها رابط میشدن بین فیلمسازا و اداره نظاره که آقا این آدم اینجوری نیست که شما دیدین، اینجوری که این سناریو خودت نیست، هر آدمی هم یه ویژگیایی داره، هر کارگردانی یه ویژگی داره. به این دلیل
بنیاد فارابی تونست موفقیت کسب کنه و یک اتفاقی در کشور بندازه. در همون سال اول، یعنی یه دفعه فیلمایی که ساخته شد، همه فیلمای خیلی خوب، مثلا اتوبوس ساخته شد آقای سواد، پدر بزرگ ساخته شد آقای قاری زاده، مادیان ساخته شد آقای ژکان، ما جادهای سرد و من ساختم، نمیدونم، یه سری فیلم ساخته شد که همشون ویژگی داشت و متنوع بود. این اتفاق خیلی زیبا بود، به خصوص که اومدیم یه فستیوال رو، اولین باری بود که به صورت جدیتر، قبلا هم یه دونه گذاشته بودیم، جشنواره اول، که من ایران نبودم اون موقع، رفته بودم آمریکا. این اتفاقی که افتاد تو این جشنواره، یه دفعه همه مواجه شدن به یک سری فیلمایی که هیچ کدوم شبیه هیچ کدوم نیست، هر کدوم خودش به تنهایی یه جریانی میتونه بسازه. و به این دلیل اون بنیاد فارابی یک رشد اینجوری کرد، یک اتفاقی بود. متاسفانه بعدها تبدیل شد به یک پایگاه سیاسی، یعنی از اون موقعیت بیرون رفت. یعنی الان مثلا فیلمسازا بنیاد فارابی رو اصلا مثل یه بنگاه تجارتی میبینن که اگه وامی بده یا بخوان وسیله‌ای گیرشون نیاد اون داشته باشن بگیرن، میرن بنیاد فارابی. اصلا کسی با بنیاد فارابی کاری نداره. و اگرم بریم، دلیل شاید فقط اینه که میخوای ببینی آقا یه وامی میدیم ما میخوایم فیلم بسازیم، اگر میدین بدین، اگه نمیدین زود فرار میکنیم میری بیرون. اونم بیشتر تبدیل شده به زد و بند و زد و بندهای داخلی، چون بیشتر دیگه رقابت نیست، دیگه واقعیت های فیلم چه میشود نیست. یه برنامه که هر که میاد آدم های خودشو داره، اینو تبدیل شد، در حالی که ما آرزومون برای بنیاد فارابی بود که یه جوری انگار بعد بیاد به مردم سپرده بشه، و بنابر این بود اون موقع کار میده بنیاد فارابی بشه یه جایی که اتفاقا فیلم بذارن ببینن، کارگردان ها جمعشن با هم حرف بزنن، فیلم نام نویسا جمع شد، یعنی اونجا بشه یک محل فرهنگی داد و ستد فکری. که بعدها احتمالا خانه سینما رو که پای ریزی کردن آقای انبار اینا که اینجا نشستن، شاید خواستن اینو انتقال بدن به اون قسمت. یه تمرین بکنیم یا نخونی یا با خودش کنگول و منگول و رویا. به این ترتیب در دهه 60 بذل توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نیاز موجب شد تا در سال 1368 نهاد خانه سینما در پی مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص 2% از درآمد فروش سینما به بهبود وضعیت رفاهی و صنفی شاغلان این عرصه تأسیس شود. از همان ابتدا حفظ و صیانت از حقوق مادی و معنوی دستندرکاران حرفه‌ای تولید، توزیع و نمایش هنر، صنعت سینما، ایجاد امنیت شغلی، تأمین اجتماعی، ارتقای سطح آموزشی و حرفه‌ای دستندرکاران سینمای ایران از اهداف اصلی شکل‌گیری جامعه اصناف سینمای ایران محسوب می‌شد. خانه سینما در طول 24 سال فعالیت خود با تکیه بر این اهداف، اموری همچون برگزاری جشن سینمای ایران، جشن کتاب سال سینمای ایران و حضور در شورای صنفی نمایش را دنبال می کنند. طی 14 دوره فعالیت هیئت مدیره های انتخابی، اساسنامه خانه سینما به فراخور نیازهای صنفی دستخوش تغییرات ساختاری شده، اما به لحاظ ماهیت به اهداف اولیه خود وفادار مانده، آنها را تا امروز دنبال می کنند. اهدافی که در حفظ و صیانت از حقوق مادی و معنوی دستندرکاران این حرفه، ایجاد امنیت شغلی و تأمین اجتماعی، ارتقای سطح آموزشی و مهارت حرفه‌ای دستندرکاران سینما خلاصه می شوند. قط! این فیلم برداری بود؟